سلام دوستان، به یک ویدیوی دیگه خوش اومدید. امروز هم با چند ویدیوی جالب با شما هستیم، پس لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک و دکمه قرمز پایین ویدیو رو برای عضو شدن فشار بدید. نمیدونم این فیله از چی عصبانیه که میخواد ماشین رو چپ کنه، یا شاید هم داره قدرتش رو نشون میده. این روباه مکارم میخواد بچه این شیرماهی رو بخوره که در نتیجه موفق هم میشه. چقدرم خوشحاله. به نظر شما این دوتا پرنده چی میگن به هم؟ من که سر در نیاوردم. اگه شما فهمیدین برای ما کامنت کنی لطفاً. این دارکوب هم انقدر شیطونی کرد تا اینکه شکار مار شد. این سگم خیلی خوششانس بود که غذایی برای تمساح نشد. و از اون خوششانس‌تر این آقاست که طعمه مار نشد. چقدر خوبه که ما آدم ها مثل این سگ قانونمند باشیم و منتظر سبز شدن چراغ بمونیم و بعد از خیابون رد بشیم، اونم از خط عابر پیاده. ریاکشن این دوتا هم خیلی جالبه. به باز و بسته شدن در توجه کنید. این چیتا هم نخواست غذاشو با یه کفتار شریک بشه، پرید و رفت رو درخت. تا حالا غذا خوردن ما رو دیده بودید؟ من که خیلی وحشت کردم. چطور این مار تونست طعمه به این بزرگی رو بخوره؟ کسی نیست به این مرغ دریایی بگه آقا لقمه گنده تر از دهنت بر ندار، نمیتونی بخوری. این مرد تایلندی هم خواست با این تمساح نمایش اجرا کنه، شانسش گرفت که دستش قطع نشد. و اینم مهر مادری که قابل توصیف نیست. ببینید چطور از بچه هاش دفاع میکنه. این طول خرسام ظاهرن خیلی خوابشون میاد. میدونستید تو دبی از حیوانات وحشی به عنوان حیوان خونگی نگهداری میکنن و اینطور راحت هم کنار ساحل قدم میزنن؟ تو این ویدیو هم من نمیدونم دقیقا چه اتفاقی داره میفته، ولی ظاهرا داره به بچهش غذا میده. نظر شما چیه؟ اینجا هم که یک گربه جادوگر رو میبینید. اسب سواری رو باید از این پسر کوچولوی ماهر یاد گرفت. این مادر و بچه هم شانس آوردن که طعمه مار نشدن. این آقا هم خوششانس بود که خوراک تمساح نشد. تا به حال شنا کردن عقاب رو دیده بودین؟ آهان، این ماهی شکار کرده بود. این تصویرم نشون میده که صیادم بعضی وقتا خودش طعمه میشه. اول چیتا طعمه تمساح شد، بعدم خود تمساح شکار چیتا. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و عضو شدن در کانال ما رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.